میگه که دختر حاجی الماس تیپ میزنه چپ و راست، باباش خبر نداره، همیشه اینجا اونجاست. حاجی الماس چی کار داری میکنی؟ دخترت داره میره. بریم تیتراش، بریم تیتراش که اصلا اوضاع خراب. سلام رفقا، چطوری؟ سینایمانی هستم امروز. نماز نگیر. من جمع با قسمت 20 دوره از صفر رایگان فوتوشاپ در یوتیوب سینایمانی. لایک و سابسکرایب زنگوله بغل همین ابتدای کار یادتون نره. اگر سابسکرایب هم کردین کانال رو چک کنین، شاید سابسکرایبتون پرده باشه، کی میدونه. از اینا که بگذاریم، خیلی خوش اومدیم به این قسمت. خیلی خیلی خوشحالم که بعد از 3 هفته قراره بریم دوباره سراغ ادامه کار. اصلا نگران نباشین، این قسمت های دوره از صفر فتوشاپ هیچ وقت قرار نیست تموم شه عزیزان، فقط گاهی ممکنه دیرتر به چشمان شما برسه، اونم به خاطر اینه که خب قسمت های قبل رو نمیبینن، عقب میفتن دوستان و ما هم دیگه میگیم که آقا منتظر بشین بقیه ببینن بیان دیگه. در نتیجه کار لایک یادتون نره که کلی به انرژی میده. همین اول کار اگر ویدیو رو داریم میبینیم بگین که قسمت جدید، توی کامنت بنویسین به قسمت جدید. خب آخ بریم سراغ این قسمت. امروز میخوایم در مورد این قضیه صحبت کنیم که آقا ادامه کمرا رو چی خواهد شد. پس میزنیم از دوست از قسمت فیلتر کمرا رو، فیلتر رو باز میکنیم، چیکار میکنیم؟ اوپنش میکنیم، اوپن. خب بیسیک رو توضیح دادیم، اما میرسیم تو بخش کروز. کروز خیلی جای جالبیه. چرا؟ میدونی چرا؟ بخاطر چی جالبه؟ بخاطر اینکه شما میتونید همزمان خیلی چیزها رو توش تغییر بدید. چیا رو میتونید تغییر بدید؟ از قسمت ادجست میزنم، این رو میارم روی این بخش کروز نگه میدارم. خب این کمرا روی که دارم بهتون آموزش میدم آخرین نسخه کمرا رو فیلتره. اگر از نظر ظاهری، از نظر هر چیزی یه خورده دیدیم متفاوت بود برای شما، بدون که شاید احتمالاً نسخه قدیم تری رو دارین. این الان نسخه خب آقا گوشیم زنگ خورد، یادم رفت چی میخواستم اگه نسخه 2022 جدیدترین نسخه است. حالا بریم سراغش ببینیم چی میگه. ببینید کیو رو من یه بار توضیح دادم توی بخش ادرس متا، سریع ازش میگذریم و میرسیم به اصل مطلبی که توی همین کمرا رو وجود داره. ببینید کرو 4 تا مربع داره، یه مربع، البته بیشتر از 4 تا داره ها، 16 تا مربع داره، ولی ما هر 4 تا مربع رو یک مربع در نظر میگیریم که این مربع بزرگ میشه. این میشه یک مربع، این میشه دو مربع، این میشه سه مربع و این هم میشه 4 مربع. خب این بخش بالایی در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد روشنی کار صحبت میکنه. بله، قسمت های روشن کار یعنی چی؟ یعنی شما این رو که ببریم بالا روشن میکنه کارتون رو. اوه جالب، چی کار میکنه؟ نور میده کارمون. اگر بیاریم پایین نور کارمون رو میگیره. اگر بیایم این وسط، نکنی الان این بالا رو مثلا جابجا کردم، دیدین چی شد؟ این بیل بلک لایتس رو دیدید جابجا شد، یعنی این بخش برای لایتس کلا، فقط هم لایتس جابجا میشه. من اگر اینجا این بیل بلک هم جابجا کنم، اون بالا اون چپ و راست میشه. داستان چیه؟ بیایم از اینجا توضیح بدیم. لایتس میاد نور کلی عکسمون رو جابجا میکنه، کم و زیادش میکنه. خب دارکس میاد قسمت های تیره عکسمون، یعنی اون جایی که تیره است، یعنی کجا، یعنی این قسمت هایی که این دیواره تیره وجود داره، این قسمت های ریش هم روی اینا بیشتر تمرکز میذاره و اینها رو تیره و روشن میکنه. شادوز میگه آه قسمت های تیره رو ما کم و زیادش میکنیم،
یعنی این قسمت دیواره رو من فقط دستکاری میکنم. میگم که آقا همه جا داری تاثیر میذاری. میگه آره من همه جا تاثیر میذارم، ولی اصل تاثیرم سایه هاست، یعنی قسمت های تیره. ولی دارک چی میگه؟ دارک میگه آقا من همه جا رو کم زیاد میکنم، همه جا رو تیرگی تزریق میکنم، تیرگی ازش میگیرم. لایتس هم دقیقا همینه، میگه من همه جا رو روشنی بهش اضافه میکنم و روشنی میگیرم. و هایلایتس میگه آقا قسمت های روشن رو من بهش روشنی میدم و کم زیادش میکنم. خب اوکی، ما حالا یه مقداری روشن میکنیم روشنایی ها رو، یه مقداری هم تیرگی میدیم که کنتراست ایجاد شه، شادوها رو یک کوچولو تیره میکنیم که عمق کارمون زیاد شه، از طرفی هایلایت ها هم یه نمور تیره تر میکنیم که زیاد براقیت به چشم نزنه. اما زیبایی ادجست در واقع کرو اینه که شما میتونید روی نورها هم بیاد این کار رو انجام بدین. مثلا قرمز رو شما از اینجا که ببرین بالا، رنگ قرمز به قسمت در واقع روشنی های کار اضافه میشه، بیاریم پایین آبی اضافه میشه. چرا آبی؟ چون آبی متضاد یا مکمل رنگ قرمزه که این اضافه میشه. اگر از این پایین جابجا کنم روی شادوها دقیقا همین اتفاق پیش میاد. الان مثلا به عنوان مثال یک کوچولو اینو میبرم بالا، بنفشش میکنم، از این کوچولو یک کوچولو اینجوری میارمش بالا، به این صورت میشه. میبینید؟ خب این رو میتونیم روی سبز هم بیاریم این شکل جا به جاش کنیم و به یه نتیجه ای برسیم. آه به این صورت اینا. خب اوکی، ما کرو رو متوجه شدیم چی. از کرو که بگذاریم میرسیم به بخشی به اسم دیتیل. دیتیل چی کار میکنه؟ اولین گزینه که وجود داره دیتیل یعنی جزئیات. شارپنینگ، شارپنینگ چی کار میکنه؟ شارپنینگ میاد اینجا وضوح عکسمون رو میبره بالا. آه شارپنینگ رو زیاد میکنم. میبینید اون بافت پوست و این ریش و اینا داره اصلا میزنه بیرون، خودش رو داره نشون میده به این صورت. و اگر هم کم کنم این بافت ها میره محو میشه. خب من این رو تا یه حدودی زیادش میکنم، اما همینجا یه زبونه داره. این زبونه رو که بزنم یک گزینه، سه تا گزینه به اسم Radius، Detail و Masking اضافه میشه. Radius میگه که آقا چقدر میخوای این بولچیت بزنه تو چشم، هر چقدر ببرم بالاتر شارپنینگ بیشتر میاد توی چشم. دیتیل میگه آقا جزئیات، یعنی جزئی نگرانه تر نگاه کن. مثلا اینجا اگر یه نخ ریشه، یه نخش رو جدا کن، مثلا نه یا دو نخ جداش کن. این رو دیتیلش رو میبرم بالا، هر چقدر ببرم بالا جزئیات بیشتر میشه، در نتیجه نویز کارم هم زیاد میشه. نویز چیه؟ اون دوندونه ریزای کار. که این ماسکینگ تا حدودی میتونه بیاد این نویزا رو از ما بگیره، یعنی کم کنه، یعنی یه جورایی محوی ایجاد کنه یه خورده. پس ماسکینگ میاد دیتیل یا جزئیات رو میگیره فقط به خاطر اینکه چی؟ نویز رو کم کنه. اما بخش نویز اینجا تمام نمیشه. اینجا ما یه گزینه داریم اصلا به اسم نویز ریداکشن. یعنی چی؟ میاد نویز رو خودش پوشش میده. نگاه کنید به محض اینکه زیادش میکنم محوی هایی روی تصویر ایجاد میکنه و اصلا یه جوری نرم میکنه کار رو، یعنی یه سری چیزها رو محو میکنه و باعث نرمی میشه. دقیقا پایینش یک زبونه رو که بزنم باز کنم یه دیتیل داره. یا آقا جزئیات میخواد چی بشه؟ وقتی نرم میشه، ناگهان نرم که میشه جزئیات میره. دیتیل رو که اضافه کنیم جزئیات برمیگرده. دوباره میتونیم با این دوتا بازی کنیم، هم یک بخش نرمی داشته باشیم، هم جزئیاتمون رو داشته باشیم. کنتراست چی میگه؟ کنتراست میگه که آقا ببینید جزئیات ما بخشش ارتباط به این داره که تضاد بین روشنی و تیرگی چجوری باشه. خب من وقتی کنتراست رو ببرم بالا، این جزئیات بیشتر خودش رو نشون میده و بیشتر میزنه تو چشم. آو پس داستان اینه. بله داستان این کنتراست اینه که شما وقتی ببریدش بالا تضاد تیرگی و روشنی زیاد میشه، در نتیجه شما جزئیات بیشتری میتونید ببینید. از این بگذریم، اینجا color reduction رو ببینیم. color reduction برای زمانی که شما رنگتون نویز داره. یعنی چی رنگتون نویز داره؟ بذارید روی خودش نگه دارم، فتوشاپ اینجا توضیحاتش رو میاره. نگاه کنید وقتی که ما اینجا زیادش میکنیم عملا یه سری نویزهای رنگی میبینید توی کار وجود داره. گاهن الان توی این عکس من وجود نداره، نویزهایی هستن که مثلا سبز و آبی و قرمز هستن. این رو که زیاد کنم این
نویز ریدکشن از بین میرن، در واقع کالر نویز ریدکشن، کالر نویز دیگه. چیکار میکنی یاره؟ همه چیو میگه؟ همین الان توی کامنت ها ببینید چیکار میکنی یاره. مشهدی ها میتونن یعنی چی؟ اینجا هم چون نیازی ندارم این رو میبندم. اما این دیتیل و اسموتنس چی میگه؟ این دیتیل و اسموتنس دقیقا مثل همین بخش صحبت میکنه، منتها فرقش اینه که دیتیل میگه آقا جزئیات، جزئیات چجوری نمایش داده بشه. اسموتنس میگه نرمی، یعنی اون نویزایی که از بین بردی یک نرمی بهش اضافه کنیم و یک چیزی بهش اضافه کنیم. خب همینو بیایم عقب ببینیم اصلا این جلسه، این همه بلا که خواستیم سر این عکس بیاریم چی شد. آقا این بود عکس ما، این شد، این بود، این شد. دیدین همین دوتا بیلبیلک زیلبیلکی که آموزش دادیم این شد. و اما در نهایت کار، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. سعی میکنم این بخش رو کامل و کامل توضیح بدم، همونطور که میبینین گزینه به گزینه حتی میزنم زیر گزینه هاش هم باز میکنم توضیح میدم که هیچ چیز از درود جلوی چشم شما مف نشه. ببخشید دوباره گوشیم زنگ خورد وسط این ویدیو، امیدوارم که از زندگیتون لذت ببرین، حال دلتون خوش باشه، لایک و سابسکرایب انجام بدین که منم از زندگی لذت ببرم. زنگوله بغلشو بزنین، یکی برمیگرده میگه آقا چجوری برای بقیه نوتیفیکیشن ویدیوی جدیدت میاد برای ما نمیاد؟ خب عزیز من اون زنگوله بغل نذاشتن که برای نما بزنی مثلا زینگ زینگ بخوره و زلم بوم بوم کنی جون جون کنه قلبم. چقدر چرت. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودیم، به زودی زود توی ویدیوهای بعدی میبینم و تو مراقب خودتون.